ازدواج من و سینا خیلی سریع برگزار شد، طوری که خانوادش رو کاملا غافل گیر کرد. یه جا نگه داری چیزی بخوری. چی دوست داری بخوری؟ نمیدونم. اگه یکم تعامل کنی میتونی دست وقت فریبا جونو بخوری. مگه فریبا اونجاست؟ بله. چیه؟ خیلی خوشحال اونجاست. من خوشحالم که میتونیم غذای خوشمزه بخوریم. و شما از کجا مطمئنی که من بلد نیستم غذای خوشمزه درست کنم؟ من فقط دوست ندارم که خانمم تو آخرین سفری که داریم با هم میریم کار بکنیم. اونا زیاد از من خوششون نمیاد. با سلیقه‌شون جور نبودم. شاید هم علتش این بود که اونا پولدار بودن و ما بعضمون اونقدر تعریفی نداشت. خیلی ممنون. از اون خانواده های سنتی بودن. میگفتن به اندازه کافی از ما شناخت ندارن. میشه اینو برداری؟ چرا؟ همینطوری. من نباید بدونم چرا؟ هیچی، فقط خاطره خوبی ندارم. چه خاطره ای؟ اینقدر شخصی که نمیشه گفت. در واقع سینا هم زیاد درباره من نمیدونست. ما تو یک مهمونی با هم آشنا شدیم و ظرف دو سه هفته همه چی جور شد. سینا خیلی دوست داشت تصمیم های عجیب غریب بگیره. تنها به سر خانواده بود و یکم هم لوس بار اومده بود و پدر مادرش ناچارن در مقابلش کوتاه موندن. ولی میدونم که راضی نبود. مدرن و امروزی بود ولی عقاید و اخلاقهای قدیمی و کهنه‌ای داشت که فکر میکنم از خانوادش به ارث برده بود. پاشو بریم. یه کمی کودکانه رفتار میکرد اما برای من زیاد مهم نبود، چون فکر میکردم کنار من کم کم تغییر میکنه. گفته بودی سگ دارین؟ آها، یادم رفته بود. سینا من از سگ میترسم. نه ترس، پیادشو کاری باید نداره. سلام گرگی. خسته بود؟ آره بابا، پیادشو کاری نداره. چطوری؟ جون بیا بالا بینه. بیا نه ترسیم، کاری بشه نداره که.
بی جلو بزر بود کنه. این سگی که میبینی تو زندگی قبلیش یه مرد جنتلمن بوده که نظر اخلاقی مشکل داشته، وگرنه الان یه پرنده ی چیزی. گاز نگیره. بیا بیا نترس. بیا پس میگیره ها. به این قرقراش توجه نکن. بی جلو. بیا قشنگ دست بکش بهش. بی جلو نترس. سینا من میترسم. نترس. اعتماد کن بی جلو. خیلی بیمزه ای سینا دیوونه. سلام. دیدی گفتم جنتلمنه. سلام فری باشه. سلام. با میسی اینجا تکونم نمیخوری ها. خوش اومد. قربونتون برم. اینم فریبا جون، تو را همش تعریف دستپخت و سلیقه شما بود. من که دارم بوشو میشنوم. شما تا برید شما آماده کنی، من بوده بوده در پارکینگ رو میبندم و میام. خوبه؟ فریبا رو تو عروسیمون دیده بودم. یکی از آشناهای قدیمی خانواده سینا بود که خیلی هم تحویلش میگرفتن. آخرش نفهمیدم خدمتکارشونه یا فامیلشون، یا شاید هم هر دو. زودتر رفته بود تا ویلای ما رو آماده کنه. الحق که کارش رو بلد بود. همه چیز چقدر قشنگه. خسته نباشید. من دیگه میرم. تنهایی نمیترسیم؟ من به تنهایی عادت دارم. به به به، اینه معجزه فریبا خانم که برات گفته بودم. خب دیگه خداحافظ. کجا؟ مگه من میذارم؟ نمیخوام مزاحم باشم. چه مزاحمتی؟ شرار جونو که میدونم خیلی دوست داریم شب شام پیش ما باشی. مگه نه؟ و خوشمزه است. آدم دلش میخواد انگشتش هم بخوره. مگه نه؟ خیلی خوشمزه است. همیشه. تا از این ترشی فریبا جون بخور. مرسی. اینا رو هیچ جا نمیتونی بخوری. خوراک خرمش دوست داری؟ من که میمیرم براش. هره تو چی؟ از اونجایی که خانم من یه ذر نازک دله، اگه اجازه بدین سر یه فرصت دید. سرد و تلخ بود، خودشو میگرف، ازش خوشم نمیومد. حس میکردم حضور اون اینجا به بهانه آشپزی خیلی مسخره است. شادم گذاشته بودنش منو به پا. فردا نهار خودم میپزم. خورش فسنجون من حرف نداره. بابا تو این سفر کرا اصل بذار آخرین دستپختای فریبا خانم بخوریم، بعد یه عمر مجبورم خورش فسنجون سرکار خانم بخورم. سینا. اه چی شد؟ اه ویلا همو برق داره، حتما فیوز پریده. من میرم ببینم چی شد. صبر کن منم میام. سگ بازار میخوای بیا بیا. میگم ترسو خانم الان بر میگردن. ویلای کنار مال عموی سینا بود که فریبا ظاهرا تنها اومده بود اونجا. ولی از اول احساس کردم که تنها نیست و کلکی تو کارشه. شایدم چون خیلی مرموز به نظر میرسید من اینطور فکر میکردم. سینا! سینا! چیته؟
چیه؟ ببین سینا تو برو ببین چیز اضافه به برق نی؟ فکر نکنم. میخواست یه جور از خانواده سینا نقطه ضعفی بگیرم تا خیلی هم دستم خالی نباشه. شیطنتم گل کرد. اینا رو از کجا بردی؟ فریبا جون ریخته بود روی تخت. روی تخت؟ آره دیگه، سلیقه خرج کرده. خیلی جالبه. چیش جالبه؟ خب بالاخره یه زن تنها با این همه سلیقه و احساس. به نظر تو جالب نیست؟ شوهرش مرده؟ آره، همون اوایل ازدواجشون. مرده حدودا 15 سال از این بزرگتر بود، از اون کله گنده های نظامی که کشتنش. اینم دیگه بعد اون ازدواج نکرد. شهر فریبا رو اینجوری نگاه نکنم، این شاهزاده خانم ها زندگی الان نگاه خیلی نوکر و کلفت های مده که خیلی خوشم میاد ازش، خیلی مغروره. من اینقدر مغرور هستم که شما خوشتون بیاد؟ من از شما اصلا خوشم نمیاد. من عاشق شما هستم. بشین وقت نزن. کجا؟ کی اونجاست؟ مشتمزونه. یو مشتمزونه که این مشتمزون چطوری؟ سلامت باشید آقا جان. ترسوندمتون ها؟ نه خانم من خیلی شجاعه. ما چند روز اومدیم اینجا که دیگه شما احتیاجی به ویلا سر بزنیم. هوای گرگی ما هم که داریم. بله انشالله که مبارکه بردون به سلامتی. مرسی از محبت. این تو دودکش بود. این چیه؟ چه میدونم، حتما تو دودکش رفته دونه ساخت. والا من که نمیدونم. این موقع سالو تو دودکش بره لونه بکنه؟ حتما شده دیگه. من برم اینجا رو برای ببینم که کجا خوبه برای اینکه
بری عکس دیگر بگیر. خوب خلوت کردی یا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چی شده؟ هیچی، فکر کنم یکی از لای درخت ها رد شد. خب حتما فریبا خانومه. نه عجب هواییه. نه برده بیا، میگم فریبا خانومه، میگی نه. من مطمئنم که فریبا نبود. خانم، شوهر هنرمندتون اومد. تو هم شنیدی؟ چیو؟ صدای موتور. صدای موتور؟ نه خودم دیدم یه مرد رفت پشت ویلا. فریبا جون، فریبا جون، کسی اومده؟ نه همه چی روبه راهه؟ آره چطور مگه؟ آخه شراره صدای شنیده بود، گفتم شاید کسی اومده پشت ویلا. نه من بودم، کسی اینجا نیست. احیانا اگه کاری داشتید ما رو صدا کن. یعنی تو فرق فریبا رو با یه مرد تشخیص نمیدی؟ من صدای موتور شنیدم. که ولش کنی، ببین برات چی آوردم. کی چاپش کردی؟ دو ساعت پیش. تا آخرین روز سفرمون میخوام یه آلبوم ازت درست کنم، صفحه اولش هم بنویسم یادگاری ماه هستن. خب بچه‌مون باید بفهمن چه مامان خوشگلی داشتم. مگه قرار بمیرم؟ نه خیر، دیگه شما اون موقع پیر شدین، من باید با سند و مدرک ثابت کنم. آدم خوشگل همیشه خوشگل میمونه. اون که هست، بله. این فریبا جون که میبینی وقتی جوان بوده انقدر خوشگل بوده که من نمیتونم برات بگم. الان هم قشنگ. ببین عکساشو میگم یه دفعه نشونت بده، عکساشو ببینی دیوونه میشی. الان بوده بیا تو هوا، خیلی سرد. کی تو خونه است؟ کو اونجا کسی نیست که؟ خودم دیدم یه مرد پشت پنجره بود. تو هم خیالاتی شدی یا؟ نه خیر، بیا بریم، میخوام بهت ثابت کنم. بریم بگیم چی زشت الان ازش پرسیدم. بریم بگیم عکسشو نشونمون بده. چطوره؟ بیا بریم. من نمیام.
بال 17 سالگیمه. همون موقعی که با شوهرم آشنا شدم. کجا؟ برم بهتره. به این زودی؟ آره. بمون ولی مواظب باش. آماده ای؟ حالا کم کم چشاتو وا کن. چطوره؟
اینا کار توه. آره چیه؟ خیلی افتضاحه. وای سینا بی نظیره، فوق‌العاده. دیگه خجالت هم نده. خجالت کمه، میخوام زحمتت بدم. زحمت؟ چه زحمتی؟ منو میسازی؟ مگه دوست داری؟ من اصلا فکر نمیکنم تو خوشت بیاد. خب دیوونه ای دیگه. خب من الان باید چیکار کنم؟ الان باید بریم بیرون. بیا بریم بیرون تا بهت بگم. خب بشین اونجا، اول باید تره تو بگم. خب بیرون خیلی سرده. بشین دیگه تره. هی من میگم تو نقطه روشنه چشم منی، هی تو بگو سرده سرده. خیلی سرده. با این لباس خوبه؟ این که عالیه. دستا چرا میلرزه؟ تو هم یخ کردی؟ نه هول شده. این یکی دیگه باید تمومش کنم. بقیه چرا نصفن؟ بقیه مال یه دوره بعد زندگیمه. چه دوره ای؟ نپرس. چرا؟ نپرس دیگه، این بس شخصیه که نمیشه. فهمیدم گذشته سینا اونقدر هم که فکر میکردم بی مسئله نبوده، ولی نخواستم خیلی فضول جلوه کنم. شادم میخواست یه جور تلافی کنه، ادای آدم های مرموز رو در بیاره. دنبال چیزی میگردی؟ نه. تو وسایل من دست زدی؟ نه. چی شده؟ چیزی نشده. چی شده؟ چی شده؟ ولی واقعا موضوعی وجود داشت، اونم به طور جدی، جدیتر از بازی های کودکانه، به خصوص که فریبا هم یه جوری توی ماجرا حضور داشت و نزدیک سینا بود. مطمئن شدم توطئه‌ای در کاره. سگایی چیزایی رو بیرون میکشه. چه چیزایی رو؟ ترس. ترس رو بیرون میکشه. امروز نهار خودم درست میکنم. هر جور میلتونه. Thank you.
میل ندارم. چون من درست کردم میل نداری؟ لا. اگه فریبا خانم درست میکرد میخورد. باز میگه فریبا خانم؟ من از اینکه این خانم اینجا باشه شما هی قربونش بری خوشم نمیاد. از اینکه توی ماه عسل یه نفر دور برام بپره که وقتی نگاه میکنی انگار یه شب شام خوشم نمیاد. قرار سر به سرم نذار، حال و حوصله این چرندیاتو ندارم. چرندیات؟ چی گم کردی که انقدر به همت ریخته؟ چطور فریبا باید بدونه من نباید بدونم؟ آ تو هم اصلا گیر دادی بس کن دیگه. هی پیله میکنه. اجلاس برخی گروه‌های عراقی و نمایندگان آمریکا از امروز در یک پایگاه هوایی تحت کنترل نظامیان آمریکا در کمیت ناصریه و تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. بررسی چگونگی اداره عراق از افتاده این شخص اعلام شده است. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار توجه فرمایید. چه؟ چی میکشی؟ چطور؟ چیز خاصی هست؟ کجا؟ هیچی، همین دورو برا. کجا میخوای بری؟ با سینا کار دارم. حالش خوب نیست؟ سینا همش میرفت تو کارگاه و خودشو مشغول میکرد. خیلی تنها مونده بودم. ملاقاتهای مشکوکی هم با فریبا داشت. گیج شده بودم. باید یه کاری میکردم. Ha ha ha!
بهت میگم چیه؟ اون که بسته است. من از بیرون اومدم کسی نبود. منو دنبال کرد. پشت در بود. یکی هم میکوبید به این دیوارا. پاشو. بلند شو بریم. بلند شو مردم. سینا رو قانع کردم که هر چی زودتر برگردیم تهران، چون واقعا ترسیده بودم و نیاز به محیط آروم تری داشتم. حتی بیایی منم وسایل جمع میکنم. شهر جو دیشب ول نمی کنی ها؟ گفتم میریم دیگه. امروز بریم. بعد وقتی که دارم میبرم پیش مشرم بزنیم دیگه. مشکل چیه؟ ببینم. خود بیا. خود بالا. خود بیا. مطمئن بودم کسی اون دور برا هست که از من مخفیش میکنن. تصمیم گرفتم قبل از رفتن تتوی این ماجرا رو در بیارم. شاید دلیل رفتار سینا رو هم پیدا میکردم. رفتم سر وقت فریبا. شما فال قهوه بلدین؟ من یه کمی بلدم. میخواییم فال شما رو بگیرم؟ بیشتر وقتا درست در میاد. یه نفر دوستتون داره، یه مرد جوون و خوشتیپ. اینهاش بلند قد و چارشونه، یادتونه یه بار گفتم صدای موتور شنیدم یه مردی اومده بود پشت ویلا؟ مثل اینکه شما بودی، درسته؟
این فندک مال شماست؟ فندک؟ نه اینجا بوده. من همیشه دوست دارم سیگارم رو با کبریت روشن کنم. برای قهوه چیزی رو که دیده بودم درست بود. معلوم میشد همه چی دست به دست هم داده تا نظر من یه لحظه روی آرامش ببینم. دیگه هیچ جا احساس امنیت نمی کردم. آره، خیلی شبیه خودش بود. البته عکس چندان واضح نبود، ولی تصویر آشنا به نظر می اومد. کجا میخوای بری؟ نمیدونم، حالم خوب نیست. خسته شدی؟ میخوای برگردیم؟ هدی روز سالا میخوام یه چیزی بهت بگم. نمیدونم باید بگم نباید بگم. تو نمیدونی که چقدر تو زندگی من موثر واقع شدی، چقدر به من کمک کردی، کمک کردی که من من چی؟
میخوای بگی؟ شرور من اعتیاد دارم. چی؟ ضربه خیلی سختی بود. من اعتیاد دارم. ولی نمیدونم چرا زیاد ناراحت نشدم. اون روز اول میخواستم بهت بگم. شاید اگر هر زن دیگه ای توی محصلش میفهمی شوهرش معتاده، زندگیش تیر و تار میشد. ولی برای من قضیه فرق میکرد. خوشحال بودم که اون به من اعتماد کرد و از من کمک میخواد. حالا میخوام احساس میکردم هدفی پیدا کردم و باید خودم رو تو این شرایط نشون بدم تا حسابی دهن خانوادش رو ببندم و بگم این من بودم که پسر شما رو نجات دادم. خیلی درموند و بی‌پناه شده بود، به حمایت نیاز داشت. برای مدتی مشکل خودم رو فراموش کردم و تصمیم گرفتم به سینا روحیه بدم تا بتونه دوباره سلامتیش رو به دست بیاره. با اصرار من تمام وقتش رو تو کارگاه میگذروند و منم دور برش میپلکیدم و مواظبش بودم. از فریبا هم خبری نبود. فکر میکنم برای امروز دیگه بس. اصلا هم بس نیست. تا تو استراحت کنی منم زودی میرم دوتا چایی میارم. Thank you.
کجایی پا؟ گردن بندم پاره شد. رنگ چراغ پریده؟ من؟ نه. بیا بیا خودتو ببین. اتفاقی افتاده؟ نه. ترسیدی باز؟ نه. خاطر وضعیت منه؟ خسته شدی؟ نه. مطمئنی؟ آره. تو برو منم میام. کلید ماجرا دست فریبا بود. تصمیم گرفتم برم و این دفعه سریع‌تر باهاش حرف بزنم. من فکر میکنم غیر از ما سه نفر یکی دیگه هم اینجا هست. این وقت سال ویلاهای این اطراف همه خالیه. ولی من مطمئنم کسی دیگه ایم هست. اون میخواد زندگی منو خراب کنه. زندگی تو رو خراب کنه؟ واسه چی؟ نمیدونم. شاید من که سر در نمیارم. تن تو نازک و نرمه مثل بار، تن من جون میده پر پر بزنه زیر تگر، دست با پر میده برگو رو هوا، اما من موندنیم تو برسه دستوی من. کجا؟ میرم تا اینا نیستن یه هوایی بخورم. چقدر خوشگل شدی. سلیقه توی این فندک ها خیلی وقت داری؟ آره؟ هدیه تولده. چطور مگه؟ هیچی، همین. مال تو؟ نه بابا، من عادت دارم سیگارو با کبریت روشن کنم. زود برمیگردم. کلیدو میخوای چی کار؟ کار دارم. چی کار داری؟ کار دارم دیگه. حالا قضیهش مفصله، حالا بعدا واسه بگم. همین الان باید بگی. این کلید ویلای اوناست. دختره چه قصه ای واسه سرم کرده؟ چی از جونمون بدبخت میخوای؟ بدبخت؟ تو میدونی این دختره بدبخت کیه؟ این دختره بدبخت برادر منو به خاک سیاه نشونده. بعد از کلی خفت و خاری از سر خونه انداختنش بیرون. بعدش هم که از کجا مطمئنی که این همونه؟ ای
واسه در رو ببند. نمیتونم. سلام، ببخشین کلید. گول بزنم، خودش بود، کسی که یک بار زندگی منو داغون کرده بود دوباره سر کلش پیدا شد، اونم حالا که داشتم اوزامو سر و سامون میدادم. فقط نمیدونستم با فریبا چه سر و سری داره، چطور منو اینجا پیدا کرده. دیگه فرار امکان نداشت، باید میموندم و کارو یک سره میکردم. قبل اینکه ببینی باید یه دقیقه گوش کن. من الان دیگه خوبه خوبم، این وضعیت رو مدیون تو هم. اگه تو نبودی واقعا من نمیتونستم. سینا من خیلی خوشحالم، میخواستم همه چیزو بهش بگم اما دلم نیومد. خیلی امیدوار و راضی بود، حالش خیلی خوب شده بود. برای اولین بار احساس کردم که تو زندگیش واقعا اهمیت داره. خواستم همینو بگم و این خیلی برام با ارزش بود، برام مهمه. سعی کردم لعنتی رو فراموش کنم و یه روزو باهاش خوش بگذرونم. وای سینا خیلی خوشگله. دوستش داری؟ خیلی زیاد. خب یه سورپریز دیگه هم برات دارم. باشو بیا کمکتم نمی کنم. بندی کپشاتو بستی؟ I'm gonna make you mine.
نه دیگه. تو برو این چیزا که بهت گفتم و دسته دو تمرین کن. خب تا منم پیس خلوتی برم یک دو درستی که کنم و بیام. خوبه؟ دو دو حتما. آره زود بیام. زود 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 بیا سینا. منو بکشی؟ خب بکش! مگه من چی کارت کردم؟ من فقط گفتم منو میزنی وقتی که حالت بد میشد، خواستم بلای سرت بیام. فقط میخواستم ازت جدا شم. چرا؟ چرا لعنتی؟ مگه من عاشقت نبودم؟ اگه تو عاشق من نبودی چرا اسم من از شناسنامه در آوردی؟ تو میدونی با کی میخوای زندگی کنی؟ ها؟ با کسی که نمیتونی باهاش رو راست باشی، با کسی که باید بهش دروغ بگی، با کسی که نمیتونه اندازه من تو رو دوست داشته باشه. اما من زندگیمو باهاش شروع کردم. هنوزم دیر نشده ازش جدا میشی، بهش میگی که زن من بودی، هنوزم هستی. میدونی که شوخی نمی کنم، ازت متنفرم. شراره نکنه بلای سر خودش بیاره این دختره. شراره شراره چیه؟ ها؟ شراره شراره چیه؟ هیچ. خوردی زمین؟ داری خودتو لوس میکنی؟ لوسیت کم شده، لوسیت کم شده. من زنمو تنها گذاشتم، تقصیر منه، الان به همه میگم اینجا. من زنمو تنها گذاشتم، زنم داره خودتو لوس میکنه. بخشیدی؟
من به اون خیره شدم، باورم نمیشه هر چی میبینم، چشامو یه لحظه رو هم میذارم، به خودم میگم که این صورت که میتونم از صورتم برش دارم. همه حرفاتو زدی، منم شنیدم، حالا تو گوش کن. من عاشق سینا. پس برات مهم نیست من چی کشیدم؟ باشه. ببین، اگه بلایی سر سینا بیاد. بلایی نمیاد. پس اون شوهر بدبختت هم نمیدونه که تو زن من بودی. تو زن من بودی شراره، تو همه چیز من بودی. همونجا بایستا. تو شراره، این کیه؟ بهت گفتم این کیه؟ بهش بگو، بگو این زن من بود، حق من بود، مادر بچه من بود، بچه ای که ستر شد. بدبختی ثمره زندگی من بود. اون همه چیز من بود، همه چیز من. حالا همه چیز توه. اون این کارو خیلی خوب بلده. من اینقدر مغرور هستم که شما خوشتون بیاد. ببین، یا باید مال تو باشه که اون وقت من نباید باشم، یا باید مال من باشه که اون وقت تو نباید باشی. اینقدر شخصی که نمیشه گفت. عشق تاوان داره، تاوانش نرسیدنه. هممونم تاوانشو میدیم. من، تو، این، حتی اون فری باید بخ که چی فکر میکرد چی شد. ولی یه راه سومی هم هست، نمال تو باشه نمال من، خودشم نباشه. بگو که داره دروغ میگه. بگو که راست نمیگه.
اصلا تصورشو نمی کردم که این بازی رو فریبا تموم کنه، اما اونم بدجوری بازی خورده بود.